درود شراب خورای نمونه، ارسلان هستم، کانال شانیوکی، شاگرد آقامون مولامون زکریا. تو این کلیپ قصد دارم طرز تهیه شراب قرمز رو بدون هیچ گونه مخمر، شکر، عسل، نباتی خدمتون توضیح بدم. پس با من باشید تا یه شراب ناب زکریایی بگیریم. خب تنها چیزی که ما استفاده میکنیم انگوره، انگور پکتین دار. پکتین چیه؟ همین گردای سفید روی انگور رو میگن پکتین. این حکم مخمرتون رو داره. هر چقدر انگورتون پکتین بیشتری داشته باشه میتونه شیرینی انگورتو به الکل بیشتری تبدیل کنه. انگور با کیفیت بگیرید. هر چقدر انگورتون آبدار باشه، شیرین باشه، درصد الکل شرابتون بیشتره. میدونم که در جریان هستید، این شکره که به الکل تبدیل میشه، شکر انگور، انگور شیرین الکل بیشتر. بریم سراغ دبه. دبه خیلی مهمه. از این دبه های مواد اول استفاده کنید. این روشنا سفیدا معمولا مواد اولن، تیره ها معمولا بازیافتی هستن. دبه های تیره رو شرابت، رو طعم شرابت تأثیر میذاره، بعضی وقتا هم خیلی خطرناکه، مواظب باشید. دبه که استفاده میکنید حتما درش یه جوری باشه که کیپ باشه، هوا نکشه، خیلی مهمه. یعنی اینو کامل تست کنید و مطمئن باشید که این دبه کاملا آب بندی میشه. و اما قفل هوا، همین که روی در دبه است، این واجب 100% نیست، جلوتر توضیح میدم خدمتتون. این کل چیزایی که لازم داشتیم، هیچ کاری نداره، خیلی راحت و آسونه. فقط نکاتی رو که میگم خوب گوش کنید و بهش عمل کنید تا یه شراب ناب زکریایی بگیرید. به جدم زکی هستم، مو به مو بری جلو شرابی میگیری مخصوص شکی شکی. بریم واسه اجرا. ابتدا انگورا رو دون میکنی، میریزی داخل دبت. انگورو زیاد دستمالی نکنید، نمالونید، پکتینش از بین میره. اگه حجم شرابتون زیاده میتونید انگورا رو درسته اینجوری با خوشه بندازید داخل دبتون. فقط مواظب باشید کثیف نباشه، چیزی لای انگوراتون نباشه، حشره ای مشره ای چیزی. اگه دون کنی کیفیت شرابت بالاتر میره. اگه دون نکنی یه خورده شراب طعم گسی میگیره به خاطر ساقه‌ای که داره. یه نکته دیگه، انگورو به هیچ عنوان نشورید. یه انگور تمیز با کیفیت تهیه کنید که کثیف نباشه و نیاز به شستن نداشته باشه. اگه انگورتو بشوری پکتین روی انگور از بین میره و باید به شرابت حتما مخمر بزنی. خب من کل انگورا رو دون کردم و ریختم داخل دبه به این شکل، منظم و مرتب. یه نکته رو بهتون بگم، 1/3 دبه باید خالی باشه و فقط 2/3 رو انگور بریزید. و اما تو این روش دیگه ما ابتدا انگورا رو له نمی کنیم، چنگ نمی زنیم. بعد از اینکه دون کردیم ریختیم داخل دبه باید در دبه رو ببندیم. اگه قفل هوا استفاده کردید نصفشو بیشتر آب نریزید، پر نکنید آبشو. در دبه رو ببند، 2 روز بذار یه جای تنگ و تاریک، دمای 25 تا 30 درجه استراحت مطلق بکنه. تو این 2 روز عرق کنه، خیس بشه، بعد بیاریمش بیرون که بهتون میگم. الان 2 روز داره میگذره، ببین چه عرقی کرده، خیس شده. ها چه دلیلی داشت بهتون گفتم 2 روز استراحت کنه؟ میگم اون پکتین روی انگورتون بود، گر سفیده که گفتم حکم مخمر رو داره. الان نگاه کنید، خیس خوردن رفتن پایین. ببینید، خب چه کاری میتونه براتون بکنه؟ میتونه که تخمیر بهتری براتون انجام بشه و این شیرینی انگورتو زودتر و بیشتر به الکل تبدیل کنه. شروع میکنی به چنگ زدن. این دستای مبارک باید تمیز باشه، از دشوی نه یا یهو بری اینا رو چیز کنی ها. و سعی کنید با دست انگورتون، اگه حجمش کمه با دست اونا رو له کنید، یا اینکه اگه خیلی زیاده میتونید با یه چوبی یه چیزی باز اونم تمیز باشه بکوبید و این انگورا رو کامل له کنید. از دریل و این چیزا استفاده نکنید، چون هسته انگورتو خورد میکنه و توی طعم شرابه تاثیر میذاره. اینا یه نکات ریز و مهمیه، دقت کنید. انگورا رو که له کردی باید مجدد در دبه رو ببندی و بذاری همون جای تنگ و تاریک، دمای 25 تا 30 درجه. نیازی نیست انگورا رو کامل له کنی. اگه بعضیاشون سالم بود طوری نیست، چون اینو باید هر 2 روز یه بار هم بزنیم.
این دو روز یک بار باید به مدت 10 روز اتفاق بیفته، یعنی 10 روز اول شرابگیریتون. حالا 2 روز رو هم میتونید 3 روز کنید. بعد از 10 روز دیگه 2 روز یه بار نیست، هفته یک بار باید اینا رو چنگ بزنید، له کنید، که تو قسمت دوم همین کلیپ خدمتون توضیح میدم. اگه دوست داشتید لایک و کامنت فراموش نشه. یا حق.